این رو برای ما بهش کافید. ماموران جمهوری اسلامی در لباس اپوزیسیون، مشخصه های اینا ببینیم چیه. تمام کسانی که تا حرف از سرنگونی جمهوری اسلامی میشه، کلمه کلنگی شدن ایران، سوریه‌ای شدن ایران رو به کار میبرن. تمام کسانی که در فهوای کلامشون اصلاحات و بزک کردن حکومت نهفته هست، انواع و اقسام، به طور کلی من میتونم به شما بگم بجز پادشاهی خواهان که در براندازیشون هیچ شکی نیست و براندازی هم تنها شرط لازمه اپوزیسیونی که قابلیت اینو پیدا بکنه که با مردم وصل بشه که بتونه حکومت رو سرنگون بکنه، این تنها شرطش نیست. یه شرط دیگه‌ش هم دل در گروه منافع ملی داشتنه. الان شما به تمام گروه‌هایی که وجود دارن به سه دسته به طور کلی تقسیم میشن: پادشاهی خواهان، جمهوری خواهان چپ و جمهوری خواهان اصلاح طلب. حالا من نمیدونم بگم متاسفانه یا خوشبختانه بین جمهوری خواهان چپ و جمهوری خواهان اصلاح طلب داره از ترس محبوبیت پادشاهی خواهان داره یه ائتلافی هم بین اونا انجام میشه. ولی اون چیزی که بین این دو تا شریکه، بین دو جناح جمهوری خواه، هم اصلاح طلبان و هم چپ ها، اینی که به نظر میرسه که هر دوتاشون واقعا آنچنان قصدی برای سرنگونی حکومت یا براندازی ندارن. اونا بیشتر موافقن که این حکومت، مخصوصا چون اسمشون جمهوری خواهه و این حکومت هم اسمش جمهوریه، بنابراین یک زمینه های مشترکی در جمهوریت با هم دیگه زمینه مشترک دارن، در اظهارات ضد امپریالیستی با هم دیگه زمینه مشترک دارن، در آمریکا ستیزی با هم دیگه زمینه مشترک دارن، در عشق به مردم فلسطین با هم دیگه زمینه مشترک دارن، در اسرائیل ستیزی با هم دیگه زمینه مشترک دارن. بنابراین این زمینه های مشترکشون و اینی که احساس میکنن، یعنی جمهوری خواه چپ و اصلاح طلب با اینی که احساس میکنه که در بلبشو سرنگونی جمهوری اسلامی ممکنه پادشاهی دوباره به ایران برگرده، مجموعه این عوامل به اینها اون ترس و وحشتی رو میده که به بقای حکومت دل ببندن ولی اصرار در اصلاح حکومت بکنن. این الان بزرگترین قفل جنبشه و متاسفانه این گروه الان در حال حاضر در ظرف 44 سال گذشته و هنوز اینا گفتمان غالب رو تعیین میکنن. اینا تعیین میکنن چی مهمه، درباره چی صحبت بکنیم. در رادیو تلویزیون های مختلفی که میرن در این حال که به نظر میرسه دارن از حکومت انتقاد میکنن، ولی درست مثل مردم ایران که درست لب پرتگاه وای میسن، میرن تا اونجای انتقاداشون رو پیش میبرن که کلام و فهوای سرنگونی و براندازی نداشته باشه. این یکی از بزرگترین، تنها کسانی که شما الان دارین میبینین که باز براندازی صحبت میکنن پادشاهی خواهان هستن، برای که پادشاهی خواهان یک حکومتی رو میخوان، یک جامعه‌ای رو میخوان که به هیچ وجه با جامعه جمهوری اسلامی و با جامعه هیچ کدوم از جمهوری‌هایی که ایدئال این دو تا جناح هست هیچ سنخیتی نداره، همپوشانی نداره.